همون همیشگی با چند تا خبر کوتاه شروع میکنیم. بسای تحلیلی هم سر جای خودش، ترکیب پرسپولیس، اوضاع جواد نکونام، پیشبازی‌ها و خلاصه که بسته ویژه منو تا انتها همراهی بفرمایید. برترین پاسورهای این فصل لیگ برتر رو میبینید که عارف رستمی در تیم خیبر سه تا پاس داده، سه تا پاس منتج به گل که فصل پیش در تیم تراکتور هم بود. امید نورافکن، ریکاردو آلوزی که خب به زودی خودش هم اول میشه، دانیال اسماعیلی فر، حالا میبینید دیگه بهرام گودرزی و علی آزادمنش. برترین گلزنه این فصل لیگ برتر که رضا قندیپور من خیلی دوست دارم، ولی امیرحسین حسین‌زاده با 4 گل تو صدر رضا قندیپور به همراه مرداد قنبری، رامین رضاییان، تومیسلاو اشتراکال و محمد رضا رضایی به ترتیب بالا تو رتبه‌های بعدی قرار دارن. رنگ پیراهن پرسپولیس هم مقابل پاختاکور مشخص شد. حالا بعد از جلسه هماهنگی دیشبشون، تیم پرسپولیس به عنوان میزبان با لباس‌های یک دست قرمز و برای دروازه‌بان لباس سبز و تیم پاختاکور ازبکستان هم با لباس‌های سفید و آبی، برای دروازه‌بانشون هم لباس مشکی رو نمایش شد. آرزوی موفقیت هم واسه پرسپولیسیا و هم واسه استقلالیا. تیم مخاج قلعه که محمد جواد و حسین نژاد هم در اون تیم، تو حضور 26 دقیقه حسین نژاد 1-0 متاسفانه بازی رو واگذار کرد. حسین زامهران هافک نساجی با 125 بازی رکورددار بیشترین بازی در تاریخ این تیم شد و از رکورد 124 بازی حامد شیری عبور کرد. زامران که از لیگ 19 به نساجی پیوسته، علاوه بر 10 گل و 8 پاس گل 4 پنالتی هم به دست آورده. یکی از پنالتی‌هاش هم که فکر می‌کنم سر بازی با استقلال بود. لیست تیم از صدر رو می‌بینید برای دیدار امشبشون مقابل استقلال. اول فلیکس سانچز که سرمربیشون و اکرم عفیف هم تو ترکیب هست. اکرم عفیف رفیق علی بیرانوند. 2 گل و 2 پاس گل یعقوب براجعه، ملی پوش پرسپولیس، برای تیم ملی جوانان تو پیروزی‌های پرگل مقابل لاوس و مغولستان رو می‌بینید که همون بازیکنی بود که سر اولین بازی بود، دومین بازی بود، یه پاس اشتباه داد و خوان کارلوس گاریدو نعره زد بر سرش. میثم باهو هافک سابق استقلال یه مصاحبه کرده، گفته که استقلال بازنده دربی شد و استعفای نکونام هم که رفت و برگشت تا حدود زیادی شرایط رو سخت کرده، ولی تیم‌های قطری سال به سال بیشتر افت می‌کنن و حسدم با وجود اینکه تیم ریشه دار و قدیمی تو کشورشه، اما حریفی نیست که نتونیم اونو شکست بدیم. هم حسد هم پاختوکور تیمای به مراتب ضعیفین. بعد از شکست و پیروزی تو دربی، مدیریت تیم بسیار مهمه. اینکه دو تیم بتونن بازی بعد از دربی رو هم با نتیجه خوبی به پایان برسونن به مدیریت فنی و باشگاهی دو تیم برمیگرده. اینم تصاویری از تمرین دیشب استقلالیا. سید حسین حسینی اون انتها هست، رامین رضاییان من میبینمش، آره رامینم هست، اما چهره ای نیست دیگه. و خلاصه آرزوی موفقیت واسه استقلالیا. یه ترکیب احتمالی هم در مورد بازی پرسپولیس پاختاکور بهتون بگم که خب درون دروازه 100% گندوز، دروازه‌بان محبوب این روزای پرسپولیس بعد از شکست تو اولین تجربه آسیاییش که البته فارغ از نتیجه با عملکرد مناسبی از سوی اون همراه بود و تونسته بود ضمن دفع چند حمله خطرناک حریف پنالتی ریاض محرز رو هم مهار بکنه، الان چشم به اولین کلینچیت آسیایی خودش دوخته. خط دفاعی احتمالاً با چند تغییر نسبت به بازی با دربی، هرچند فرشاد فرجی بالاتر از انتظار طی دو بازی اخیر ظاهر شده و تو دربی هم طبق آمار برترین بازیکن تیمش لقب گرفت، اما گمانه‌زنی جدی درباره بازگشت ایوب الاملو تو سمت راست دفاعی وجود داره. مدافع مازنی طی دوران مصونیت این مدافع مراکشی دو نمایش دور از انتظار و مناسب رو به جای گذاشت و ایوب هم تو بازگشت به ترکیب تو دقایق پایانی دیدار برابر استقلال پایه‌گذار پنالتی تیمش شد. یه انتخاب سخت و البته باید ببینیم گاریدو در نهایت چه تصمیمی میگیره. سمت چپ که خب حضور میلاد محمدی با توجه به آمادگیش کاملا قطعیه که در ترکیب قرار میگیره. تو سالروز تولدش هم به دنبال یه سورپرایز ویژه هست و باید ببینیم برابر حریف ازبکستانی قادر خواهد بود اولین آمار فردیش رو با پیراهن پرسپولیس ثبت کنه یا که خیر. زوج محمد حسین کنعانی زادگان و گیورگی گولسیانی هم تو قلب خط دفاعی به کار گرفته میشن. کنعانی که پنالتی زد سر بازی با استقلال روحیه بالایی داره و امیدواره برابر حریف ازبکستانی هم نمایش موفقی به جا بذاره و گیورگی گولسیانی هم که مثل همیشه مطمئن و آماده مهیای حضور در ترکیب سرخ است. اما مسعود ریگی تو خط میانی پرسپولیس هم گمانه‌زنی برای چینش مد نظر گاریدو زیاده. باید ببینیم با توجه به نمایش چند دقیقه ای اما تاثیرگذار سعید مهری، هدیه گاریدو به اون حضور در ترکیب اصلی خواهد بود یا نه. هرچند به نظر میرسه اون به لحاظ آمادگی بدنی و هماهنگی
مطلوب هنوز با این مهم فاصله زیادی داره و سرمربی اسپانیایی هم نشون داده به این سادگی ترکیب تیمشو به بازیکنی هدیه نمیده. اما دیگر یاقی آروم و بی‌حاشیه پرسپولیس حضورش در ترکیب تا حد زیادی محتمل و قابل پیش بینیه و مسعود ریگی با نمایش ساده و تاثیرگذارش گزینه اصلی این پست پرترافیکه. سروش رفیعی هم که دیروز به همراه خوان کارلوس کاردو بود تو کنفرانس مطبوعاتی به نظر میرسه که به عنوان رهبر خط میانی در کنار مسعود ریگیه و مهمترین تغییر احتمالاً تو این پست بازگشت اوسون اورونوف به جای امید آلیشاه، چون آلیشا که مصدومه و حالا بازگشت اورونوف معادلات این خط رو به سود افک ازبکستانی کرده تا مقابل هموطنای خودش آماده آتش بازی دوباره ای باشه. اون برابر الاهلی ستاره بی همتای سرخا بود و باید ببینیم این بار حملات مهار نشدنی اون منجر به کسب نتیجه خواهد شد یا که نه. در سمت مقابلم فرشاد احمدزاده هست، شماره 11 پرسپولیس که تلاش زیادی در دیدار دربی داشت و چشم انتظار اولین سه امتیاز تو آسیا است و البته هواداره این تیم هم امیدوارن اون تو این بازی حرکت فردیش رو با گل و یا پاس گل تکمیل بکنه. اون زوج خط حمله هم خب به نظر میرسه که علی علیپور و وحید امیری باشن، هرچند گفته میشه شاید از لوکاس جواو هم در ترکیب اصلی رونمایی بشه، اما خب علیپور زننده گلای حساس و تاریخی برای پرسپولیس بوده تو آسیا و وقتشه که الان در دومین بازی لیگ نخبگان اولین گل سرخا تو این رقابت‌ها رو به ثمر برسونه. پس شد الکسیس گندوز، میلاد محمدی، حسین کنعانی، گیورگی گولسیانی، ایوب مسعود ریگی، سروش رفیعی، اوسون اورونو، فرشاد احمدزاده، وحید امیری و علی علیپور. بریم سمت سوی استقلالیا. یه خبری رو فکر می‌کنم سایت فوتبالی بود که کار کرد و گفت که آیا نکونام بعد از بازی با اسد استعفا میده یا نه. همه داستان‌ها توی زمان خاص نوشته میشن و پایانی دارن که ممکنه شیرین یا تلخ باشه و حالا جواد نکونام به پایان قصه خودش تو استقلال نزدیک شده. قیافه جواد نکونام هم تو کنفرانس مطبوعاتی خیلی قیافه درهمی بود. زمانی که جواد نکونام به استقلال پیوست از محبوبیت بالایی بین هواداره این تیم برخوردار بود، اما رفته رفته شرایط تغییر کرد و حالا کمتر هوادار استقلال پیدا میشه که مایل به ادامه حضور نکونام روی نیمکت تیم محبوبش باشه. بسیاری بر این عقیده بودند که جواد تو لیگ 24 تغییر رویه میده و دیگه خبری از بهونه آوردن و بیان مسائل تکراری نیست. اما نه تنها نکونام تغییر نکرد، بلکه سبک بازی تیم اون خسته کننده تر از قبل شد. بابیا با انجام 5 بازی تو فصل جدید 5 امتیازی هن. استقلال تو دربی 104 برابر پرسپولیس هم شکست خورد و بعد از این مسابقه بود که دیگه هواداره این تیم با طوفانی تو فضای مجازی خواهان اخراج جواد شدن. نکونام هم که عرصه رو بر خودش تنگ میدید تلویحا با انتشار متنی تو فضای رسانه از هدایت استقلال خدافزی کرد، اما هیئت مدیره استقلال با این خدافزی که برخی استعفا تلقیش کردن مخالفت کرد. یکی از دلایل تداوم حضور در مصاف و اسد قطر هم همین موضوعه. طبق شنیدهای تایید شده نکونام تصمیم خودشو برای خدافزی گرفته و طرفین دیگه میلی به ادامه همکاری ندارن. جواد قصد داره روی استعفای خودش پافشاری بکنه و اگه باشگاه بار دیگه با این موضوع مخالفت کنه داستان عجیب‌تر هم خواهد شد. طبق جدیدترین اطلاعات نکونام بلافاصله بعد از بازگشت به تهران یک کنفرانس مطبوعاتی ترتیب میده تا هوادارا رو از شرایط بحرانی باشگاه و آینده خودش مطلع بسازه و به نوعی با آبیا خدافظی بکنه. اما باید ببینیم این کنفرانس چه زمانی برگزار میشه و خلاصه که باید منتظر بمونیم و ببینیم جواد نکونام تا چه اندازه روی موضع خودش پافشاری میکنه و آیا واقعا این بار استقلال رو ترک میکنه یا که نه. اینم شادی گل عجیب رضا کرملا چپ، مهاجم مثل سونگونه که شما در تصویر مشاهده میکنید. علی دایی هم در ادامه اون حرف دلی که حالا زده گفته که باید دولت به خانواده جان باختگان معدن طبس کمک کنه. مردم خودمون رو فراموش کردیم، به فکر مملکت و مردم خودمون باشیم، نمیشه فکر ما جای دیگه ای باشه. چرا که آقا به خون رواس به مسجد حرامه. در شهر خفتگیری، موبایل دزدی، گردنبند دزدی توسط سارقین که بعضیاشون هم مسلحن میشه، اما نیروی انتظامی ما گاهی درگیر یه سری مسائل دیگه است. چرا ما نباید زمین چمن مناسب داشته باشیم؟ و این مملکت مال مردم خودمونه، مال ایرانیاست. این مملکت رو باید آباد کنیم. همه به یک نحوی باید برای آبادانی این مملکت کمک کنیم. پوستر ایفسی رو میبینید به مناسبت تولد میلاد و مرداد محمدی. سپاهان و استقلال تاجیکستان هم تفاهم نامه همکاری امضا کردن و شما در تصویر میبینید. با توجه به شکایت باشگاه تراکتور تبریز، گزارشگر بازی سپاهان مقابل
داخل تراکتور به کمیته انضباطی احضار شد. خبر ورزشی هم یه خبری رو کار کرد و گفت که بعد از شکست تلخ یکیچ استقلال مقابل پرسپولیس و فلاینا، اوضاع این تیم به شدت بحرانیه. جواد نکونام بعد از این دیدار نامه خدافظی نوشت، اما هیئت مدیره باشگاه اعلام کرد در مورد سرنوشت اون بعد از دیدار حساس برابر اسد تصمیم میگیره. حالا خبر ورزشی هم اومده گفته که آقا دیدار با اسد آخرین بازی نکونام روی نیمکت آبی پوشانه. یه نکته هم در مورد رامین رضاییان و سید حسین حسینی از نظر نکونام و دلیل باخت استقلال تو دربی بهتون بگم. ببینید، جواد نکونام سرمربی استقلال، رامین رضاییان و سید حسین حسینی دروازه‌بان این تیم رو دلیل اصلی باخت این تیم مقابل پرسپولیس میدونه. به گفته برخی از رسانه‌ها، جواد نکونام قصد داره تو دیدار امشب استقلال مقابل اسد به رامین و سید حسین حسینی بازی نده، که احتمال این موضوع خیلی کمه و به خاطر فشار عجیب هواداری استقلال اون قطعاً به رامین و سید حسین حسینی بازی میده. میگن تو رختکن بعد از پایان بازی جواد نکونام کلی غر زده بر سر کیا، بر سر کسی که پنالتی داد، بر سر کسی که اون ریباند اشتباه و عجیب رو داشت. اما در مورد بازی استقلال اسد، خب قضاوت بازی که بر عهده کیم جونگ کیوک از کره جنوبیه و نکات بازی رو با هم دیگه بررسی بکنیم. ببینید، اسد مشهورترین و معتبرترین تیم کشور قطره. لقب این تیم رئیس‌ها و مدعی همیشگی قهرمانی تو همه تورنمنت‌های این کشوره. تاریخچه باشگاه اسد به قبل از تولد لیگ قهرمانان آسیا برمیگرده. این تیم به عنوان قهرمان قطر سابقه رویارویی با استقلال ایران تو جام باشگاهی آسیا رو هم داره. شاید اولین تصویر تقابل با اسد برابر استقلالیا همون مسابقه‌ای باشه که در سال 1369 تو ورزشگاه آزادی مجید نامجو مطلق و ابراهیم قاسمپور با لباس اسد برابر استقلال به میدون رفتن. هم پرسپولیس هم استقلال تو لیگ قهرمانان آسیا خاطراتی با اسد دارن. پرسپولیس با عبور از این تیم و مهار بیرانوند روی ضربه سر ژاوی تا فینال لیگ قهرمانان رفت و استقلال هم اسد رو با ژاوی تو ورزشگاه آزادی برد. در تاریخچه جدال‌های دو تیم کفه ترازو به نفع نماینده کشورمون سنگینی میکنه. اسد پیشینه‌ای طولانی در رقابت با نمایندگان کشورمون داره. امیر قلعه‌نویی با سپاهان توی یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان 2012 اسد رو رفت و برگشت برد، اما به دلیل استفاده از رحمان احمدی به عنوان بازیکن غیر مجاز نماینده قطر به مرحله بعد رفت و همون فصل هم قهرمان شد. در تاریخ باشگاه خب کسایی بودن مثل افشین پیروانی، علی دایی، کریم باقری تا حسین کعبی و مرتضی پورعلی گنجی در بین پرسپولیسیا و امیر قلعه‌نویی نامجو مطلق از استقلالیا. اکرم عفیف هم هست که خب 9 ماه قبل یک تنه مانع صعود ایران به فینال شد و هتریک کرد و حالا ستاره اسد قطر مقابل استقلاله. پیروزی استقلال تو قدم اول میتونه عامل روحی خوبی باشه، اما اسد که تو قدم اول متوقف شده انگیزه زیادی برای کسب 3 امتیاز در خونه داره، وگرنه از کورس رقابت جا میمونه. اما در مورد پرسپولیس، پرسپولیس امشب و تو ورزشگاه قلعه حسن خان میزبان پاختاکور ازبکستان خواهد بود. اولین تجربه بازی در خانه در قالب لیگ تازه تاسیس نخبگان. این روزا دنیا به کام سرخاست. اونا در آستانه صعود به صدر جدول لیگ برتر قرار دارن. دربی سنتی تهران رو بردن و تو عربستان و مقابل الاهلی پرستاره سعودی با وجود باخت نمایشی تحسین برانگیز ارائه کردن. گاریدو به تدریج با ویژگی‌های شاگرداش آشنا شده و از ترکیب ثابت و تعویضش معلوم آقا به اندازه کافی به احوالات تیم اشراف داره. در طرف مقابل اما پاختاکور اوضاع چندان خوشایندی نداره. اونا اگرچه با یه پیروزی روحی بخش 6-0 تو لیگ داخلی به تهران اومدن، با این حال به سبب قرار گرفتن تو رتبه 4 جدول رده‌بندی بخت کسب عنوان قهرمانی رو از دست دادن. از طرف دیگه سرمربی این تیم ماکسیم به دلایل نامعلوم تهران نیومده و همین موضوع شایعه اخراج اون رو پررنگ کرده. حتی اگه روایت بیماری سرمربی هم صحیح باشه، بازم غیبت اون سبب تضعیف روحی روانی بازیکناش میشه. سرخا تو این بازی اورونوف رو بعد از غیبت تو دربی در اختیار دارن، اما حالا مسئولیت آلیشا اون از حضور در این بازی مهم محروم کرده. پاختاکور تو لیگ نخبگان شروع خوبی نداشت و تو بازی اول در خانه با نتیجه 1-0 مغلوب الوصل امارات شد. اینم زمان پخش بازی استقلال و اسد تو شهرهای مختلف جهانه که ونکوور ساعت 9، لس آنجلس ساعت 9، نیویورک ساعت 12، پاریس ساعت 18، روم ایتالیا ساعت 18، لندن ساعت 17، زوریخ ساعت 18، استانبول ساعت 19، دبی ساعت 20، تهران که میدونید ساعت 19:30 دیگه، جاکارتا ساعت 23:30
سیدنی استرالیا ساعت 2 چه بد موقع است، توکیو ساعت 1 و البته مسکو هم ساعت 19، بوئنوس آیرس آرژانتین ساعت 13، ریو دو ژانیرو برزیل هم ساعت 13، بقیه هم که شما در تصویر مشاهده میکنید. اینم تصاویری از آخرین تمرین بازیکن استقلال قبل از دیدار فردا با اسد قطر تو ورزشگاه جاسم بن حمد. یه سرم بزنیم به عناوین مهم روزنامه‌های ورزشی کشور. با خبر ورزشی شروع کنیم. تمرین بدون مربی تاثیر منفی روی کارم نداره. اینو سرکار خانم رستمیان گفته و گفته که تپانچه مربی بزرگ خارجی میخواد. اتحاد کلبا تیم ایرانیاس. آره دیگه، بعد از شهریار مغانلو و مهدی قائدی، حالا فرهاد مجیدی هم که قبلا سرمربی بود، الان سامان قدوس همبازی این دو بازیکن شد. استقلال به دنبال دومین پیروزی آسیایی که انشالله این اتفاق میفته. جواد نکونام گفته که هوادارا از ما توقع برد دارن. آقا جواد دیگه وقتشه. طوفان سرخ با آسیا رسید، تیم سرحالی داره خوان کارلوس گاریدو و گفته که پرسپولیس همیشه برای کسب جام تلاش میکنه. روزنامه گل: سرخا به موندن تو جدول میاندیشند و آبیا به رفتن نکونام، فرصتی برای بقا که بازی ها ساعت 19:30 بعد دیگه همزمانه. جواد هرچه جمع کرده رو یک شبه به باد میده. این آقای حسنزاده پیشکسوت باشگاه استقلال گفته و گفته که مهاجم شیش دانگ بدین، مدافع تحویل بگیرید. فاختاکو رو میبریم و به جدول نخبگان برمیگردیم. این آقای شاه محمدی گفته و گفته که لالیگایی اصلی روی نیمکت پرسپولیس نشسته. حالا لالیگایی اصلی اشاره شاید به جواد نکونام باشه. از دو خط شاید که خواهش میکنم، از دو خط پیام هم دریغ کردن. تو استقلال هوادار ارزشی نداره. چی بگم والا، انداختن توپ به زمین حسینی و رضاییان برای تبرئه جواد. مقصر اول باخت دربی شخص نکونامه. بیرو پرسپولیس رفت تا 3 سال دیگه، پرونده تو پرونده. باز پرونده علی بیرو که شکایت کرده از باشگاه پرسپولیس و کلی ماجرا داره دیگه، این دیشب صحبت کردم در موردش. روزنامه ایران ورزشی: آینده نامشخص علیرضا جهانبخش. سامان قدوس به امارات رفت. جهانبخش هم میره تیمای اماراتی و قطری و اینا دیگه. درخشش خیره کننده آزمون تو لیگ امارات. شانس بالای سردار برای رسیدن به کفش طلا. امیدوارم پرسپولیس هر روز به صدر جدول نزدیکتر بشه. این آقای آقا شهرام محمودی گفته و گفته که باید به پیازا زمان داد. من خیلی شهرام محمودی رو دوست دارم. یادتونه یه رقابتی داشتم با امیر غفور؟ جنجال ستاره زمان خولیو ولاسکو بود. جنجال ستاره آرژانتینی خبرساز شد. توهین عجیب مسی به داور. حالا گلم زد لیونل مسی، خوشحالی مرد آهنی هم کرده بود. حالا عکسشو پیدا کنم واسهتون میذارم. فرست تیم ملی 15 مهر اعلام میشه. همون همیشگی. خبری از ستاره جدید و البته احمد نوراللهی نیست. نقشه گاریدو برای شکار پاختاکور. پرسپولیس به دنبال برد آسیایی. گاریدو گفته شاید سروش مهاجم نوک باشه. رفیق گفته تیم ما میتونه خیلی بهتر از این باشه. نکونام گفته بازی با اسد نفسگیر خواهد بود. چشمی هم گفته فراموش نکنید ما استقلالیم. فرصت اعاده حیثیت برای نکونام. استقلال تو اندیشه جبران مافاد. روزنامه فریختگان: بازیکنای من ثابت کردن که جنگجوهای خوبی هن. اینو گاریدو گفته و گفته که ما همیشه سورپرایز داریم. آشوری گفته که گاریدو راه 4 مربی قبلی پرسپولیس رو ادامه میده. فاختاکور حریف سخت و چه قریه. دو دیدار امشب سرخابیا تو آسیا میتونه تا حد زیادی برای صعود اونا به مرحله بعد تعیین کننده باشه. به جنگ و مدعی صعود شو. نکاتی از دیدار امشب استقلال برابر اسد: جدال با دومین خط حمله برتر لیگ قطر. خیلی باید حواسشون باشه استقلالیا. نمایشی رو ارائه میدیم تا یه قدم دیگه به صعود نزدیک بشیم. اینو جواد نکونام گفته و گفته که تمرکز کافی داریم. ابرار چی میگه؟ آقای انوشیروانی عذرخواهی کرد و میمونه. مبارک وزنه برداری باشه، کیو گذاشتن خدایی. سروش گفته به یه تیم خیلی خوب تبدیل شدیم. گاریدو: قدم‌های اول برای من همیشه مهمه. با بهترین انگیزه خودمون میتونیم رقابت کنیم. سودای دشت اول آسیایی: بردن پاختاکور برای گاریدو مهمتر از شهرآورد. نکونام: به دنبال خلق یه اتفاق بزرگ تو لیگ نخبگانیم. هدف اول ما دفاع از اصالت استقلال تو آسیاست. روزبام گفته باید تحت هر شرایطی به موفقیت برسیم. گذشته رو رها کن. نکونام امشب به آغوش هوادارا برمیگرده. ببین اصلا مسئله هواداری استقلال برد یا کسب 3 امتیاز نیست. اونا دوست دارن آقا بازی خوبی رو ببینن، چیزی که از جواد نکونام 2 فصل ما ندیدیم. حالا میگی القرافه، اوکی بازی با القرافه تک و توک، ولی خب شما باید بازی چنوبر باشه. اندونگو داری، کاکوتا رو داری، چپ و راست
فراست بهترین دفاع راست و چپای ایرانه، چه میدونم قلب دفاع رافا سیلوا، زمان ولاروز به نوکت، حالا خط حملت باز گوستاو بلانکو ای بگذاریم. خب خیلی ستاره داره استقلال، شکست سنگین تو اولترافورد مقابل تاتنهام چه بر سر یونایتد آورده آقای تنهاخ، که یعنی من هر چقدر پیش بینی کردم شما برید برعکسشو بت بزنید به خدا میبرید. من دیروزم گفتم آقا منچستر یونایتد میتونه از بحران خارج بشه، تاتنهامو میبره که باخسایی چند باخت، دومینیکو سولانکه مون گل زد و خلاصه که انرژیم زیاد شد. ولی خب چیزی که مشخصه اینه که منچستر یونایتد به اریک تنهاخ داره به روزاشون که بد بود داره دیگه افتضاح میشه و اریک تنهاخ فکر می‌کنم روزای آخرشو تو منچستر سپری بکنه. البته دربی مادرید هم برگزار شد، من بعد اون دارم ضبط میکنم صدامو، و حالا بازی 1-1 شد. آنخل کوریا واسه اتلتیکو مادرید دقیقه 94-5 بود که گل زد، حالا وی آر اون داستاناش، و برای رئال مادرید هم ادر میلیتائو بعد از اینکه گل زد رئال مادرید خیلی ورزشگاه به هم ریخت، از فندک بگیرید و کلی ماجرا، ولی به هر شکل دو تیم به یک امتیاز بسنده کردن. اما روزنامه استقلال مرداد محمدی رو گذاشته، بذارید از همینجا شروع کنیم. رونمای استقلال از ترمیناتور محمدی برگ برنده آبیا میشه، اصلا روز تولدشون هم هست دیگه، هم مرداد هم میلاد، که باید ببینیم این اتفاق میفته یا نه. ماموریت سخت استقلال تو خطر، حفظ صدرنشینی، تجربه برای یک نبرد دشوار، ماموریت مهمی که نکونام به ستاره تیمش میده. علی جباری هم دیروز، حالا بذارید اینشو بگم، گفته به شهریاری هشدار داده بودیم که نیمکت ضعیفه، نکونام باید یه دستیار خارجی خوب بیاره. همچنین آقای علی جباری در ادامه صحبتش گفته بود که آقای نکونام، آیا شما هنوز این موضوع رو یاد نگرفتی؟ کمک به استقلال تو قهوه خونه ها نیست، شما دیگه کی هستی و از کجا پیدا شدی؟ منظورش این بود که آقای نکونام، آیا به شما نگفتن هر حرفی از خانواده رو نباید به بیرون بگید؟ تو همین فصل گذشته برخی از پیشکسوتان با علی خطیر صحبت کردن و دو ماهی آرامش تو باشگاه برقرار بود، اما امسال هم میبینیم همه علیه هم دیگه موضع گرفتن. حالا در مورد حق دوست صحبت کرده و بالکل حاشیه درست نکنیم، بازی استقلال امشب برگزار میشه. صاحب جمعی گفته آبیا دربی رو فراموش کردن، دست بالا با استقلاله. بلانکو میخواد اولین گل آسیاییش رو بزنه، ستاره آرژانتینی به دنبال جبران. آقای فنونی زاده هم گفته که استقلال محکوم به پیروزیه، باشگاه تصمیم عجیبی در خصوص نکونام گرفت. آغاز مذاکره با گزینه‌های خارجی که میگم شانس ریکاردو ساپینتو زیاده، استقلال باید هجومی و منطقی بازی بکنه. این از روزنامه‌ها، امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. دمتونم گرم فعلا.